درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 369 اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته می شود. آشفتگی محصول بی‌نظمیه و بی‌نظمی هم در اثر نبودن یا رعایت نشدن قانون به وجود میاد. بی‌توجهی به وجدان ذاتی انسان در اثر تنپروری و نادانی به وجود میاد که تبدیل به بی‌اخلاقی و بی‌بنده‌باری میشه. نادانی و فساد اخلاقی تصمیم‌گیران برجسته جمهوری اسلامی دلایل اصلی آشفتگی شدیدیه که این روزها در اداره کشور به چشم می‌خوره. در برنامه این هفته گرانی‌ها و راهکارهای نظام مقدس برای مقابله با آن و همچنین رشد غیر قابل کنترل فساد مدیریتی و تبعات آن در اخبار صدا و سیمای جمهوری اسلامی بررسی می‌شود. همچنان گوشه‌هایی از مبارزات این هفته مردم ایران با جمهوری اسلامی نیز از پیش روی گذرانده خواهد شد. تصمیم گیری های نماینده رسمی الله بر روی زمین و رهبر فرماندهان قاچاقچی و بسیجیان دو عالم و فرسودگان قم و دلالان حکومتی و تروریست های لبنانی، یعنی همان ولایت فقیه، سبب بروز مشکلات عدیدهی در کشور شده. پافشاری بر ادامه برنامه هسته خصمانه و دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه با توسل به شبه نظامیان نیابتی از جمله مواردی است که بدون کوچکترین دخالت سه قوه و مستقیماً به دستور همین رهبر مجلسگویان مسلمان اجرا شده. این تصمیمات ابلهانه ضمن ضرر فراوانی که به کشور و ملت رسانده، مشکلاتی رو هم برای خود جمهوری اسلامی پدید آورده. بزرگترین مشکل نظام اسلامی تبدیل شده به ورد زبان این روزهای معممین قم و مسئولان نظام مقدس. گرانی‌های افسار گسیخته، گرانی‌های لحظه به لحظه، گرانی‌های افسار گسیخته و گرانی‌های لحظه به لحظه. البته نه خود گرانی‌ها، چون اون که به مسئولین آسیبی نمیزنه، اینا انقدر میدوزن که هرگز گرانی‌ها رو حس نخواهند کرد. اما ناتوانی از کنترل گرانی‌ها شدیداً بهشون آسیب میزنه. گرانی‌های افسار گسیخته به جایی رسیده که مردم مسلمان و با خدا رو هم فشار میده. همونایی که کاری به حقوق بشر ندارن و در برابر دزدی‌های مسئولان بی‌تفاوتن هم دارن به این نتیجه میرسن که از حکومت اسلامی جز رنج و آزار چیز دیگری عایدشون نمیشه و این برای جمهوری اسلامی خطرناکه. به داد برسید. تقاضا میکنم از شما سرعت حرکتتون رو بیشتر کنید. این مردم خوب بیشتر از این در رنج نباشند، چون مردم رنج کشیده خطرناک میشن، مخصوصا وقتی که میدونن از کجا بهشون رنج وارد میشه. بالاخره به این فکر خواهد افتاد تا ریشه رنج رو از جا در بیارن. رئیس جمهور با اشاره به اینکه همه وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در زمینه کنترل تورم مسئولیت دارن گفت مهمترین وظیفه همه ما در دولت مهار تورم و کنترل قیمت هاست. راهکارهای حکومت اسلامی خلاصه میشه به همین کلیگویی ها. انگار اینکه رئیس جمهور بگه مهمترین وظیفه ما مهار تورم و کنترل قیمت هاست، باعث میشه که تورم برطرف شه و قیمت ها هم سر جاش وایسه، یا کمکی به پر شدن سفره مردم میکنه. روز به روز اجناس خصوصا اقلام خوراکی ها گرانتر میشود و همین هم باعث گردیده سفره مردم خصوصا اقشار آسیب پذیر کوچکتر شود. این نتیجه تلاش های شبانه روزی مسئولین زحمتکش نظام مقدسه. روز به روز همه چی گرون میشه، گرونتر میشه. یکی از صفحات اینستاگرامی مقایسه جالبی کرده بین قیمت‌های این روزها با آخرین روز دولت قبلی. فقط در همین چند ماه گذشته به طور سرسام‌آوری قیمت مواد خوراکی رشد داشته. برای مثال قیمت برنج ایرانی از 34,000 تومان در هر کیلو رسیده به 57,000 تومان در هر کیلو. یعنی 68% رشد قیمت. ماکارونی 500 گرمی از 5,600 تومان رسیده به 12,900 تومان. یعنی 130% افزایش قیمت. یه قوطی رب به گوجه فرنگی از 14,500 تومان رسیده به 35,000 تومان، که اینم یعنی 143% رشد قیمت. بیشتر اقلام خوراکی حدود 100% رشد قیمت داشتن، یعنی دو برابر. این دو برابر شدن قیمت ها برای کسانی که حقوق ثابت میگیرن به معنی نصف شدن سفره شون هست.
و اکثریت جامعه حقوق بگیرن که حقوقاشون چنین رشدی نداشته. در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور مقرر شد که قیمت 20 کالای اساسی ظرف 24 ساعت آینده از سوی وزارت کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف کننده محاسبه و در اختیار مردم و بازرسان قرار بگیره تا فروشندگان متخلف شناسایی و به تعذیرات معرفی بشن. اینم از مملکتداری نظام آخوندی. دولت مردانشون در سطح معاون رئیس جمهور باید برای تنظیم بازار جلسه تشکیل بدن. اونم نه برای حل مشکل، فقط برای اینکه بگن تقصیر ما نیست، تقصیر این فروشندگانه که کالاها رو گرون میفروشن. بعد قیمت مسبب میکنن، بعد چند روز را میفتن تو خیابونها، فروشنده ها رو جریمه میکنن که اثری در پایین اومدن قیمت ها نداره. بعدم که آب از آسیاب افتاد دوباره قیمت ها میره بالا. ورود سازمان حمایت به ماجرای افزایش قیمت لوازم خانگی. افزایش چند باره قیمت بلیط هواپیما در یک سال اخیر داستان جالبی داره. افزایش قیمت محصولات ایران خودرو. همه چی گرون میشه، فقط مواد خوراکی و مایحتاج اولیه مردم نیست، بلیط هواپیما و لوازم خانگی هم گرون میشه. یه جوری هم خبررسانی میکنن انگار نباید گرون میشده، یا مثلا یه کسی که هیچ وقت معلوم نمیشه کیه خودش هم اینجوری قیمتها رو برده بالا و تخلف کرده، ولی عملا هیچ قیمتی کاهش پیدا نمیکنه و نتیجه اقدامات دولت هم فقط بالاتر رفتن قیمت هست. دلیل ناتوانی حکومت اسلامی در کنترل قیمتها همون دلیل ناتوانیش در موارد دیگه است. فساد یا به قول خودشون فساد حکومتی که کنترلش بد جوری از دست نظام مقدس خارج شده. بررسی حذف ارز 4200 تومانی دستور کار اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی بود. ما نگاهمون بر اینه و معتقدیم که دو نرخی بودن ارز قطعا فساد زاست و باید برای یک بار برای همیشه تعیین تکلیف بشه. که نمیشه. همه هم میخوان یک بار برای همیشه تکلیف معلوم کنن. این یک بار برای همیشه مثل همون برخورد جدی مسئولانه. یعنی یک راه حل معقول برای حل یک مشکل وجود داره که همه هم میدونن اون راه حل چیه و در ظاهر هم باش موافقن، ولی انجام نمیشه. یعنی اون راه حل رو هیچ وقت واردش نمیشه. مثل همین ارز دو نرخی. البته کاش مشکل کشاورزان فقط همین ارز 4200 تومانی بود. رنج سیفی کاران، سود دلالان، ماجرای تلخ خرید محصولات کشاورزی حتی پایین تر از هزینه تولید. الان که خیارم دست اومده میبرم میدون، از آن میگن خیار کیلو 1000 تومان. مشکل زمانی زیادتر میشود که از میوه فروشی ها قیمت همین خیار 1000 تا 2000 تومانی میدان میوه سر و بار را میپرسین. خیار گلخونه کیلو 14 تومانه، خیار محلی کیلو 10 تومان. صد رحمت به دوران بردهداری آمریکا. لاقل اون موقع یه سرپناه و خوراک به برده ها میدادن. حکومت اسلامی اونم دریغ داره از مردم ایران. کشاورزی که زمین مال خودشه، زحمتم میکشه، کارم میکنه، بهترین محصولم عمل میاره، هم باید ضرر کنه و گشنگی بخوره. چرا؟ چون یه مش مفخور مجیزگوی ولایت شدن دلال. خیار رو از کشاورز میخرن کیلوی 2000 تومان، تو بازار به چند برابر قیمت میفروشن و کیلوی 14-15 هزار تومان میرسه به دست مردم. اینجوری هم کشاورزا ضرر میکنن، هم مردم بعد محصول رو گرونتر بخرن. من میارم میدون با دلال و دلال بازی کیلو 1000 تا 1200 میفروشم. قیمت خیار اینجا برای ما دلال تینکن. چرا این بازار رو در اختیار دلال ها گذاشتن که به هر شکل ممکنی بخواند این بازار مدیریت بکنن؟ آیا جهاد کشاورزی اینجا مسئولیتی دارد؟ بله که دارد. مسئولیتش اینه که به کار دلال ها نظارت کند و مواظب باشد کسی مزاحمشون نشود. احتمالاً دلال‌ها یک کمیسیون توپل هم میدن به مسئولان جهاد کشاورزی. این هماهنگی برای درآوردن پول مفت از جیب مردم در تمام بخش‌های نظام مقدس به چشم می‌خوره. یعنی بازم طبق معمول همه میدونن مشکل چیه، از کجاست و سال‌هاست که این مشکل هم هست. راه حلش هم مشخصه. ولی حل نمیشه. نایب رئیس مجلس میگه غیر رایگان تا شنبه آینده در اختیار دستگاه‌های اجرایی در جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان نوسازی مدارس و سازمان شهرداری‌ها قرار میگیره. ها، غیر رایگانم از اون داستان‌های بامزه فساد در حکومت اسلامیه.
یعنی خیلی راحت راست تو چش مردم نگاه میکنن و دزدی میکنن. وقتی قیر ری میکنه، نزدیک 3 میلیون تن قیر صادر میکنه، 4 میلیون تن قیر رایگان میدیم برای راهسازی داخل، این میشه 7. 2 میلیون هم مصرف داخلیمون میشه 9 تا. کل تولید داخلیمون هم 5 تاست. یعنی ما نفهمیدیم چجوری خدا به این برکت داده. ما 5 میلیون تولید میکنیم ولی 9 میلیون با این 5 میلیون مصرف میکنیم. و خب معلومه همش هم تو اون 4 میلیون رایگانه که متاسفانه مشکل درست میکنه. بله. اون 4 میلیون تن در سال هم میرسه به نهادهای حکومتی که به جای حساب پس نمیدن. مثل ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم الانبیا و آستان قدس رضوی که همگی یه چند تا شرکت ساخت و ساز دارن زیر دستشون و به کمک همون شرکت ها و البته سفارش از بالا تمامی مزایده های راهسازی کشور رو برنده میشن. یعنی همین سالی مثلا بوده 20 میلیارد دلار رو اینا میبرن و به همون بهونه قیر رایگان دریافت میکنن. بعد مزایده هایی رو که به صورت فرمایشی برنده شدن رو دوباره به مزایده میذارن و قیر رایگان هم میبرن تو بازار آزاد، میفروشن به پیمانکارهایی که اون مزایده‌ها رو بردن. رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی میگوید در کشور ما هیچ کالایی به اندازه قیر افزایش قیمت نداشته. ما سال 96 قیمت قیر هر تنش حدود 800 هزار تومان بوده، حالا نزدیک 11 میلیون تومان. بر اساس گفته‌های وزیر نفت سابق کل مصرف قیر داخلی سالی 2 میلیون تنه. یعنی تمام اون 4 میلیون تن قیر مجانیه به بازار داخلی برگردونده میشه، البته به قیمت بسیار بالاتر. این افزایش قیمت ها میتونه به زیر ساخت های جاده ای خسارت وارد کنه. ولی اونچه مهمه و ما نگرانش هستیم بحث نگهداری جاده هامونه. تو چند سال اخیر وضعیت نامناسب تر شده. یعنی همینجوری در حالت عادی که نامناسب هست، مملکت اسلامی دیگه، الان که برادران قاچاقچی قیرهای اهدایی رو 11 برابر گرونتر از 4 سال پیش میفروشن، اوضاع جاده‌های کشور نامناسب تر میشه. یا بهتر بگم مردم ایران باید در جاده‌های غیر استاندارد یا به قول ایشون نامناسب پر از دست انداز رانندگی کنن، چون شکم همیشه گرسنه یه مش وطن فروش خائن باید از این راه پر بشه. ملت ما برای اسلام قیام کرد و برای اسلام راه را پیمود و برای اسلام خون داد. در راه پیشبرد همین اسلامشون به هر نوع دزدی و وطن فروشی و پستی دست میزنن. قیر دزدی کم کمشونه. من وقتی نگاه میکردم این گزارش میکنم، گفتم خب اینا خیلیش مسئولیتش به عهده بنده هستش، به عهده دستگاه قضایی هستش، ما مسئول هستیم. خیلی وضع اسفباری تو این گزارش از انبارها داده شده. فساد مقامات جمهوری اسلامی سبب فلج شدن نظام مدیریتی حکومت شده، طوری که به خودش هم صدمه میزنه. نحوه نگهداری از اموال مصادره شده به قدری بد بوده که رئیس قوه قضا رو دگرگون کرده. بالاخره قبول کرد که خودشون مسئول مشکلات هستن. همه هم مسئول هستیم. مقدار زیادی از کالا که یا مال مردم یا مال بیت المال دیگه، از این دو خارج نیست، بسیاری از این اموال بدون واقعا هیچ ضابطه حالا شرعی، منطقی، عرفی، عقلی، هر چیزی که استاندارد، که هیچی اصلا بس استاندارد این حرفا رو نزنید اصلا، توی نگاهداری این اموال از هیچ جهت نمیشده و نشده. خب دقیقا به مانیفست جمهوری اسلامی عمل کردن. بفرمایید جمهوری اسلامی از چی درست نگهداری کرده که این دومیش بشه به غیر از قبور امامانشون؟ رودخانه ها و دریاچه ها رو خوش کردن، بعد به خاطر اموال تملیکی همچین جسم میگیرن انگار تازه با همچین پدیده ای در جمهوری اسلامی روبرو شدن. ساعتی قبل رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت درباره طرح شبهات مختلف در رسانه ها از جمله موضوع توجه بعضی وزرا نسبت به انتصاب بستگان گفت همه باید مراقب باشید، وارد حاشیه های کاذب نشید. خودش هفته قبلش میگفت به هیچ عنوان پذیرفته نیست که بستگان و فامیل مسئولین شغلای دولتی دارن داشته باشن. این هفته میگه حاشیه سازی کاذب. هیچ گونه انتصاب رانتی و فامیلی و انتصاب افرادی که فقط بر اساس رابطه بخوان جایی مسئولیت بگیرن ما به هیچ عنوان در دولتمون مورد پذیرش نیست. همون هفته پیش که داشت میگفت به هیچ عنوان، داشت این اتفاق میافتاد. یعنی مسئولین فک معاملهشون داشتن استخدام میکردن.
نظامی که اینجوری رشد کرده و شکل گرفته که یه دفعه نمیتونه عوض شه. انتصاب دوست و آشنا و فامیل از بدو تولد امرای جمهوری اسلامی بوده و سر دادن این شعارها و گرفتن این جستا صرفاً به خاطر پس بودن حواست. آقای رئیسی در این حال تأکید کرد باید به خبرسازی و ادعاهای کذب بلافاصله پاسخ داده بشه تا ذهنیت منفی در جامعه به وجود نیاد. عرض نکردم الکی جست میگیرن. حرفای اون هفته با دعوا بود. این هفته که یه خبرنگار یه استخدام فامیلی رو لو داد، تأکید میکنه باید به خبرسازی و ادعاهای کذب بلافاصله پاسخ داد. شکایت وزارت نفت از خبرنگار افشاگر چند روز بعد از انتشار نامه مربوط به یک استخدام و دریافت حقوق نجومی مدیری در دفتر وزیر نفت، این وزارتخونه اعلام کرده کار غیرقانونی انجام نداده. در حکومت اسلامی هر مقامی برای خودش یه قانون داره. برای همین استخدام فامیل و پرداخت حقوق نجومی از جیب خزانه ملت به همون فامیله غیرقانونی نیست. اما خبرنگاری که همین موضوعی که غیرقانونی هم نیست رو لو داده باید مجازات شه. حالا اما خبرنگار سودزن خوزستانی از شکایت این وزارتخونه نسبت به خودش و دو نفر دیگه به اتهام انتشار اسناد محرمانه خبر داده. خیلی هم قانونمند شکایت میکنن از یه خبرنگار. با پررویی تمام میگن استخدام فامیل با حقوق نجومی قانونیه. ساعتی پیش مدیر روابط عمومی وزارت نفت به خبرنگار شبکه خبر گفت در دوره جدید وزارت شکایت از همه خبرنگاران و رسانه ها از جمله خبرنگار خوزستانی پس گرفته شده. به نظر میرسه گزارشگری فساد نیاز به تعیین چهارچوب های قانونی داره. توجه کردی؟ افشاگری به چهارچوب قانونی احتیاج داره در جمهوری اسلامی. یعنی اگه یه جا دیدی یه دزدی داره دزدی میکنه نمیتونی داد بزنی بگی آی دزد. اینجا حکومت اسلامیه، بعد اول بری ببینی قانونش چیه یا چارچوب قانونیش چیه. نهاد قانونگذاری هم طرح حمایت از افشاگران رو با قید یک فوریت در دستور کار داره، اما نوبت به این طرح در صحن علنی مجلس هنوز نرسیده. آره دیگه، اینجور طرحا ممکنه اصلا هیچ وقت بهشون نوبت نرسه یا چارچوبش پیدا نشه. حالا فعلا تا مجلس به نتیجه برسه و به این طرح نوبت بده، دولت گوش افشاگران رو میپیچونه تا برای بقیه هم درس عبرت بشه دیگه سرک نکشن تو کار مدیران زحمتکش نظام. کلن هر طرحی که بخواد جلوی فساد مسئولین رو بگیره مشمول نوبت یا چارچوب قانونی میشه. هر وقت نوبتش شدم تازه ایرادات نماینده ها شروع میشه و به همین ترتیب سالها میگذره و مسئولین به فسادشون ادامه میدن. قدم به قدم تا ریشه‌کنی فساد و رانت در نظام اداری، بهارستانی ها برای جلوگیری از فساد و ارتقای سلامت در ادارات کلیات طرح مدیریت تعارض منافع رو تصویب کردند. مدیریت تعارض منافع که تازه کلیاتش تصویب شده. تعارض منافع یعنی چی دقیقاً؟ تعارض منافع به شرایطی گفته میشه که یک شخص بر سر دوراهی منافع اجتماعی و مأموریت‌های سازمانی و از سوی دیگر منافع شخصی، خانوادگی، حزبی و یا غیره قرار میگیره و در واقع تأمین یکی از این منافع منجر به تأمین نشدن دیگری میگرد. که معمولاً تأمین منافع شخصی بر منافع کاری ارجحیت داره، چون در کار حکومتی که منافعی نیست اصلا. تنها منافعی که وجود داره در قدرتیه که همراه عنوان دولتی حکومتی میاد، اون نفع داره. خلاصه داستان اینه که مسئولان زحمتکش نظام مقدس که معمولاً به صورت مادام العمر منصب و قدرتی در جمهوری اسلامی دارن، خودشون صاحب یه شرکت و کمپانی چیزی هستن که منافعی داره و خیلی راحت از قدرتشون در نظام حکومتی استفاده میکنن تا منافع شرکتشون و به طور کلی جیبشون رو تأمین کنن و این کار در نظام اسلامی آزاده. یعنی کسی نمیدونه پس گردن اون مسئول حکومتیه که تو بیجا میکنی از پست و مقامت به نفع جیبت سو استفاده میکنی، یا یعنی اصلا برای چی تو شرکت داری خودت و حالا شغل دولتی داری؟ نه، در حکومت اسلامی و زیر نظر ولایت مطلقه فقیه آزادن از قدرتشون سوء استفاده کنن. بنیانگذار این سوء استفاده هم خود ولایت فقیه.
در حقیقت عاشقان سینه‌چاک ولایت و دنبال کنندگان راه رهبر انقلاب عاشق همین اخلاق و رفتار ولایت هستند که پیروانش رو به همه لذایز مادی و دنیوی میرسونه. همه مجلس به دنبال احقاق عدالتن، به دنبال رفع رانت و فسادن، اما اون چیزی که امروز به عنوان طرح پیش روی ماست ایرادات اساسی داره. توجه کردی؟ ایرادات اساسی داره، یعنی نمیتونن خیلی راحت مثل همه نظام‌های سالم اداری دنیا بگن کسی که مسئولیت و شغل دولتی داره حق نداره جای دیگری کار کنه و اگه این کارو بکنه مسئولیت دولتیشو ازش میگیریم. نه، اسلام به خطر میفته. یه مسلمانی که اینقدر در راه خدا زحمت کشیده تا جای مهر عبادت رو پیشونیش نقش بسته و سالها مجیز ولایت رو گفته و در این راه از هیچ پستی و رذالتی کوتاهی نکرده حق داره در نظام اسلامی بعد بتونه معنویات لازم برای لذت بردن از این دنیای فانی رو کسب کنه. آسان ترین راه کسب معنویات هم برای یه مشت بی سواد بی هنر سوء استفاده از قدرت. متولی حالا نظارت بر این شناسایی و مدیریت تعارض منافع، اینها باید ارتقا پیدا کنه، حتما باید اصلاح بشه. ببینید وقتی که ما میگیم الان ببخشید شاه بیت مدیریت تعارض منافع در این طرح چیه؟ ببینید من اجازه میخوام که یک تاریخچه رو از دولت هم بگم. خب ایشون که نمیتونه شاه بیت بگه چون بالاخره قانون افشاگری هنوز نوبتش نشده در مجلس، اما من بهتون میگم مدیریت تعارض منافع یعنی چی. به زبان ساده یعنی مسئولان زحمتکش نظام اسلامی میتونن از قدرتشون در جهت سرازیر کردن معنویات به جیب خودشون سوء استفاده کنن، ولی باید رعایت کنن تا زیاد تابلو نشه، یا همون مدیریت کنن. یعنی الان اوضاع نظام اسلامی خیلی خرابه و مدیران باید رعایت کنن یا همون مدیریت کنن که یه پولی هم به خزانه کشور ریخته بشه بالاخره. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا توافق شد در مدت باقی مونده از سال هزینه ها و مخارج در سه قوه به صورت حداکثری مدیریت شه تا شدت و حجم کسری بودجه دولت کاهش پیدا کنه. اینقدر دزدی شده از خزانه کشور که هیچی پول توش نمونده، هیچ، بلکه کلی هم کسری آورده که بیش از 400 هزار میلیارد تومان دولت با کسر بودجه مواجه شد و با این وضع مدیران ولایت مدار همچنان به دزدی ادامه میدن. الان طرح اینه مدیران عالی اجازه دادن 5% سهام شرکت ها رو داشته باشن. این یعنی چی؟ یعنی مثلا شما یه شرکت رو حساب کنی 100 هزار میلیارد، الان تو بازار سرمایه هست دیگه، شرکت 100 هزار میلیارد ارزششه، به مدیر عالی شما دارید اجازه میدید که 5% اون سهام اون شرکت رو داشته باشه. یعنی چقدر؟ یعنی 5 هزار میلیارد. من سوالم اینه مدیر عالی که 5 هزار میلیارد دارایی داره اصلا چه نیازی داره بیاد مدیر کل یا معاون وزیر بشه یا وزیر بشه؟ ها سوال خوبیه، چون اون مدیر عالی از همین راه سوء استفاده از مقام حکومتی تونسته اون ثروت رو به هم بزنه و اگر اون مدیر عالی نشه یه مدیر دیگه میاد مدیر عالی میشه که در مسیر برداشت معنویات مشکل به وجود میاره. یعنی مثلا یه سهمی عروش بر میداره یا کلن مسیر رودخانه معنویات رو به طرف خودش بر میگردونه. برای پیشگیری از چنین رخدادی مدیر عالی حکومتی پولدار مجبور مدیر حکومتی بمونه. ولی من از باب این که حداقل 12 سال هست تو این حوزه دارم مطالعه انجام میدم، من هیچ رویکرد پیشگیرانه در این طرح متاسفانه ندیدم. چون اصلا قرار نیست جلوی سوء استفاده مسئولان حکومت اسلامی گرفته بشه. از چی پیشگیری کنن؟ درست مثل این میمونه که یه مش دزد بیان قانون بنویسن تا جلوی دزدی گرفته بشه. الان تو این طرح جرم‌انگاری هم شده برای این تخلف. جرم‌انگاری هم به نوعی برای همینی که یعنی اعلام میکنه. ببینید میگه که اگر هر کدوم از این موارد رو نقض کردی این مجازات براتون هست، یه انفصال خدمت چیز کمی نیست برای. وای چه مجازاتی، واقعا سخت‌ترین مجازاتی که میتونن برای خودشون در نظر بگیرن اینه که از دسته دزدا بیفتن بیرون، یا همون انفصال از خدمت در نظام اسلامی که یه جورایی سبب میشه مقامشون از دزد درجه 1 به دزد درجه 2 تقلیل پیدا کنه.
به جای اینکه خودشون بتونن مستقیم اقدام به دزدی کنن، مجبور میشن یه باجی، سهمی، چیزی به یه دزد درجه یک که داره مقام در نظام اسلامی بدن تا دستشون به معنویات برسه. یعنی همون یه نیمچه مجازاتی هم که قبلا وجود داشت در طرح جدید برداشته شده تا خیال دزدان نظام اسلامی راحت بشه، که البته همون مجازاتی هم که قبلا در نظر گرفته میشد نمایشی بود. امروز تصویری از بیژن قاسمزاده، بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه، در کنار چند ورزشکار معروف دست به دست شد که شایعاتی مبنی بر نقض حکم اون و آزادیش از زندان رو در پی داشت. اما خبرگزاری قوه قضاییه با رد این شایعات گفته دیوان عالی کشور پرونده قاسمزاده رو برای رفع نقض به شعبه صادرکننده اعاده کرده و این متهم بر اساس قانون تا اعلام نهایی نتیجه دادرسی فعلا با قرار وثیقه آزاده. توجه فرمودین؟ اگرم یه حکم زندانی برای یکی از دزدان حکومتی صادر بشه، فقط برای اینه که به مردم بگن ما با دزد حکومتی هم برخورد میکنیم و خودمون شریک دزد حکومتی نیستیم. اما عملا دزد حکومتی برای خودش ول میچرخه تا زمانی که گندش در بیاد. همین سناریو تا به حال برای چند تا دیگه از مفسدان حکومتی مثل داماد وزیر و دختر یه وزیر دیگه و برادر رئیس جمهور و غیره رخ داده. وقتی که این اتفاق رخ میده، هول هول میان توی رسانه ها توضیح میدن تا دروغگویشون رو توجیه کنن. پرونده اکبر طبری، این آدم یکی از محکومان پرونده اکبر طبری، پرونده ای که حکم برای صادر شده، بعد از 600 صفحه خوندن 600 صفحه پرونده و 600 تا جلسه دادگاه برگزار کردن، حکم صادر شده. حالا میگن حکم نقص داشته، یعنی پرونده نقص داشته و تا نقصش برطرف نشه این دزده که دزدیش محرز شده بوده آزاده. حالا اگه یکی بیاد دزدی یه فرمانده سپاهی یا آیت الله مفخری یا یکی از نزدیکان رهبری رو افشا کنه، یا حتی اگه یه معلمی بیاد بگه حقوق ما کمه، چرا حق معلم‌ها رو می‌خورین، قبل از برگزاری دادگاه به همراه ضرب و جرح شدید دستگیر میشه و به زندان میفته. این نکته بیش از بقیه نکاتی که عرض شد مشخص است که به برکت اسلامه. دقیقاً. فقط به کمک اسلام میشه روی این دزدی ها مالک کشید. اما در هفته گذشته اتفاقات بامزه‌ای هم در نظام اسلامی رخ داد. نفتکش توقیف شده ساتیس بعد از پس دادن نفت ایران با حکم قضایی آزاد شد. این نفتکش که نفت ایران را سرقت کرده بود، هفته قبل با عملیات سپاه و عقب راندن نیروهای آمریکایی حامی سارقان به بندرعباس هدایت شد. بعد از اینکه همه دنیا بهشون خندیدن، بازم به دروغ پناه آوردن تا از مهلکی فرار کنن. تا اونجا که ما میدونیم بندرعباس اسکله نفتی نداره که بخواد نفت نفتکش رو تخلیه کنه. انگار نفت نفتکش رو تو کانتینر میریزن که در بندرعباس تخلیه بشه. دلیل توقف نفتکش در بندرعباس این بوده که صرفا میخواستن نفتکش رو توی بندر ایرانی نگه دارن، چون نفت نفتکش قبلا توسط آمریکایی‌ها تخلیه شده بوده. نیروهای آمریکایی یک نفتکش رو که حامل نفت ایران بود در آب‌های دریای عمان سرقت می‌کنن و بعد از انتقال محموله نفت به یک نفتکش دیگه اون رو به مقصد نامعلومی هدایت می‌کنن. توجه کردین بسیجیان دو عالم؟ بعد از انتقال نفت به یه نفتکش دیگه که اسمی از اون نفتکش برده نمیشه و از سرنوشتش خبری در دست نیست، نفتکش اولی رو رها کردن. یعنی همین نفتکشی که فرماندهان بی سواد سپاه روش نیرو پیاده کردن، همین نفتکش خالیه. حالا که دیدن خیلی زایه شده و همه دارن مسخرهشون میکنن، حرفشون رو عوض کردن و میگن نفت دزدیده شده تو همین نفتکشه بوده که ما بردیم بندرعباس نفتشو خالی کردیم. یعنی اینقدر مسئولان زحمتکش نظام اسلامی ابلهن که دروغشون هم در سطح شعور همون بسیجیان دو عالم طراحی میشه. این نفتکش بعد از اینکه به بندرعباس منتقل و نفتش تخلیه شد، امروز با حکم قضایی آزاد شد. فرمانده سپاه هم در مراسمی با تجلیل از اقدام پاسداران نیروی دریایی که ناوگان دریایی امریکا رو در خلیج فارس تحقیر کرد گفت این پیروزی بزرگ نشون داد ابهت دشمن پوشالیه. آره، ابهت اونا پوشالیه. فقط اینا صبر کردن تا کار اونا با نفتکش اینا تموم شه، بعد آژیرشون رو روشن کردن. و برای اینکه
به خودشون روحیه بدن از خودشون تجلیل میکنن. نحوه ایستادن بچه های ما رو، اون برادرمون که نمیدونم اونی که پشت دوشگاه اینجا هست الان، اونی که پاهاشو اینجوری پشتم گذاشته او نیست، اگه که هست بلند شه ببینی بهش. یعنی واقعا انقدر این اومد، اونم در مقابل این جثه بزرگ در یه فاصله 20 متری. وای چقدر آمریکایی‌ها رو خار و خفیف کردن با این وایسادنشون. وقتی یه ابله بی سواد مثل این حسین سلامی رو میکنن فرمانده، میشه همین وضع. گذشته از اینکه ریختش و هیکلش هیچ ربطی به یه فرمانده نظامی نداره، افکارش هم از سطح فکر لاتلوتا و زورگیرای تای شهری تجاوز نمیکنه. اگه فرمانده شکمگنده سپاه کوچکترین آشنایی به علوم نظامی داشت، در اولین اقدام همونی که اینجوری وایساده بود و توبیخ میکرد تا بهش یاد بدن وقتی یه نظامی با یه نظامی کشور دیگه مواجه میشه چجوری باید وایسه. اینا الفبای امور نظامیه. برای همین اگه شما تمام ارتشای دنیا رو هم بگردین، همچین صحنه ای رو توش پیدا نمی‌کنین. احتمالاً آمریکایی‌ها هم با دیدن این صحنه کلی با هم خندیدن که اینا برای ما شاخ شدن. خداوند ان شاءالله همه ما رو آدم کنه. که خواهی قرار بود خداوند اینها رو آدم کند، تا الان آدم شده بودن و مملکت به این روز نمی‌افتاد. اما به غیر از اخبار داخلی، مناسبت‌های خارجی جمهوری اسلامی با کشورها و دولت‌های دیگه هم وارد مراحل تازه‌ای شده که اشاره به آنها ضروری است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه در سفر به اروپا بعد از فرانسه به آلمان رفت و با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. این معاون سیاسی وزیر خارجه خودش مصداق بارزی از گماردن مادام العمر فرزندان مقامات بر سر پست‌های مدیریتی نظام در بالاترین سطوح. به هر حال این روزها تماس‌های جمهوری اسلامی با کشورهای صاحب قدرت اروپایی به نوعی اثر سیری صورت می‌گیره. بدین ترتیب که انگار نه انگار که تحریم‌ها بهانه اصلی نظام مقدس برای ماندگاری بحران‌های موجود در اداره کشوره. انگار نه انگار که تحریم‌ها بهانه اصلی، یعنی پاسخ اصلی نظام مقدس به تمام مشکلات کشوره. از موضع بالا با کشورهای اروپایی حرف میزنن. ما به دنبال این هستیم که با طرفهای آلمانی گفتگو و رایزنی داشته باشیم برای شکلدهی به چارچوبهای مؤثر برای دستیابی به توافقی که بتونه زمینه های عینی و عملی برای لغو مؤثر تحریم‌های غیرقانونی رو فراهم بکنه. در 10 ثانیه 3 دفعه گفت برای. ما درست نفهمیدیم برای چی بالاخره رفته بود آلمان. اما اگه همینو به آلمانی ترجمه کرده باشن، بعید میدونم که آلمانیان فهمیده باشن. آقای دکتر، گمانه‌زنی هایی در رسانه‌های غربی شده که آمریکا هم در گفتگوهای 8 آذر در وین حضور خواهد داشت، اینو تایید می‌کنید؟ ما گفتگوهامون فقط با 4 بعلاوه. مثل اینکه زیاد عجله‌ای برای به نتیجه رسیدن مذاکرات ندارن. چون اون موقعی که عجله داشتن در دوره احمدی نژاد هم حاضر شدن با آمریکایی‌ها سر یه میز بشینن. اتفاقا خودم این علی باقری سر اون میز نشسته بود. اما حالا شرط میذارن که آمریکایی‌ها نباید باشن. ذخایر اورانیوم ایران هر روز بیشتر از دیروز. سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به دستاوردها و توانمندی‌های چشمگیر کشورمون در بخش‌های مختلف صنعت هسته‌ای از تولید 210 کیلوگرم اورانیوم 20% و 25 کیلو اورانیوم 60% خبر داد که به گفته های کمالبندی فقط 7-8 کشور قادر به تولید اون هستن. و جمهوری اسلامی هم باید جز همون 7-8 کشور باشه، چون همه چیزهای دیگه شون درسته. فقط مونده بود همین توانایی اورانیوم، یعنی توانایی تولید اورانیوم 60% به بالا که فقط 7-8 کشور صاحب سلاح اتمی قادر به انجام اون هستن. احساس میکنم سناریو همینه. با همین بهانه تراشی ها مذاکرات رو لفت بدن تا جمهوری اسلامی به بمب اتم برسه. همون 300 کیلو 20 درصدیه، 300 کیلو اورانیوم 20 درصدی رو اگه به 100% برسونن، میتونن یه بمب اتم در حد همون بمب اتمی که در هیروشیما انداختن درست کنن. اینکه توانایی ساخت بمب از اورانیوم رو هم ندارن مهم نیست زیاد. مهم اینه که اعلام کنن تونستن اورانیوم 90% تولید کنن. از اون لحظه به بعد
بمب ساعتی جمهوری اسلامی اونم از نوع اتمیش روشن میشه. شمار جانباختگان درگیری ها در منطقه سبز بغداد به 2 نفر افزایش یافته، بیش از 200 نفر هم زخمی شدند. منطقه سبز بغداد دیشب شاهد درگیری معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی عراق و نیروهای امنیتی بود. بعد از آنکه احزاب نزدیک به جمهوری اسلامی رأی اکثریت رو نیاوردن و در نتیجه شانس کنار زدن قانونی نخست وزیر فعلی عراق رو از دست دادن، اقدام به راه انداختن اغتشاشات کردند تا از این راه انتخابات در روش‌های قانونی در عراق و زیر سوال ببرند و با توسل به زور و پول جمهوری اسلامی نخست وزیر فعلی عراق رو که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی نداره کنار بزنند. همه این عملیات میشه دخالت در امور داخلی یک کشور دیگه. و حمله پهپادی به خانه نخست وزیر عراق الکاظمی خانه نبود. حمله پهپادی میشه به خانه نخست وزیر عراق در منطقه سبز. پهپادهایی که فقط شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی میتونن در اختیار داشته باشن. تعرض به محل مسکونی نخست وزیر عراق برای خیلی از مقامهای نظامی و امنیتی عراقی شگفت‌آور بوده، به ویژه اینکه در لحظه حمله پهپادی سامانه ضد موشکی سفارت آمریکا در منطقه سبز فعال نشد. یعنی حمله کننده با سفارت آمریکا در بغداد هماهنگ بوده، همونطور که قبل از روی کار آمدن ترامپ هماهنگ بود. رئیس جمهور عراق حمله رو با هدف به هرج و مرج کشوندن کشور توصیف کرده و گروه‌های سیاسی عراق هم اون رو توطئه شوم از سوی دست‌های پنهان خارجی خواندند. در ایران هم آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت باید رد این فتنه رو در اتاق‌های فکر خارجی جستجو کرد. آها، یعنی مثلا خود اینا جزء کشورهای خارجی برای عراق به حساب نمیان. جمهوری اسلامی متهم شماره 1 این حمله است. در حال حاضر سیاست‌های جمهوری اسلامی 4 دشمن بلقوه در 4 طرف ایران به وجود آورده. جمهوری آذربایجان در شمال، طالبان افغانستان در شرق، عراق و اسرائیل در غرب و در جنوب هم عربستان و امارات. در صورت وقوع جنگ احتمالاً چند کشور هم به حمایت از جمهوری اسلامی وارد این جنگ خواهند شد. و بدین ترتیب اربابان جمهوری اسلامی کل منطقه رو به کمک جمهوری اسلامی نابود میکنن و ثروتش رو به راحتی بالا میکشن. اینا رو شیطون گولشون زد. بله. و اما هفته گذشته تجمعات سراسری معلمان برای چندمین بار در چند ماه گذشته برگزار شد. هفته گذشته در روز 20 آبان ماه به طور همزمان این تجمعات در شهرهای ارومیه، اصفهان، علیگودرز، اندیمشک، انزلی، اهواز، ایزه، ایلام، بروجرد، گلدختر، تبریز، تهران، خرم‌آباد، دزفول، زرین‌دشت، سقز، شیروان، شیراز، قم، کرمان، کرمانشاه، گناوه، رشت، مریوان و ممسنی برگزار شد. رفته رفته با ادامه این تجمعات پرتعدادتر و هماهنگ‌تر هم خواهد شد، همونطور که نسبت به تجمعات قبلی پرتعدادتر شده. به نظر میرسه فشار ماموران حکومتی اثر عکس گذاشته و انگیزه تجمع کنندگان رو بیشتر کرده، چرا که فاصله زمانی برگزاری این تجمعات کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میشه. در همین هفته گذشته تجمع عظیم مردم اصفهان در زایندرود هم برگزار شد. اصل تجمع به همت کشاورزان به وجود اومد که مردم اصفهان هم به حمایت اومدن. این اقدام بسیار مهمه. هرچه حضور مردم بیشتر بشه، حکومت بیشتر عقب نشینی میکنه و مردم به خواستشون نزدیکتر میشن. نکته مهم این تجمع اصفهان شعارهایی بود که به جای خواست صنفی، یک خواست مهمتر اجتماعی رو فریاد میزد. و از اتفاقات مهم دیگه هفته گذشته اعتصاب کارگران ایران خودرو در روز 19 آبان ماه. و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهومت. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید.
اگر یافتید حتما حتما در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان کوشا باشید. به صفحات اجتماعی اپوزیت سر بزنید، به در فضای مجازی صفحه کانال یوتیوب، کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام منابع اصلی انتشار این برنامه در فضای مجازی هستند و لینک یوتیوب در صفحه فیسبوک و اکانت توییتر به اشتراک گذاشته میشه. کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. راه‌های کمک رسانی به اپوزیت روی تصویر به نمایش در اومده. حساب پیپل آسان‌ترین راهه. اگر حساب پیپل ندارین میتونین به وبسایت اپوزیت مراجعه کنین و اونجا با کلیک روی این آیکون دونیت توسط کریدیت کارتتون به اپوزیت کمک برسانید که پیشا پیش از کمک شما سپاسگزارم. در ضمن شیدای همدانی همچنان در زندانه و بسیاری دیگه از آزادیخواهان کشورمون و هموطنانی که اهمیت میدن به آینده همه مردم و نفع جمعی رو در نظر میگیرن و ریشه مشکل پیدا کردن دست روی اون گذاشتن توی زندان ها موندن. خواستم فقط بگم که به یادشون باشیم. با سپاس از همه دوستان و همراهان این برنامه و همه حامیان این برنامه، تا دیداری دیگر، شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیک. بدرود. معلم زندانی آزاد باید گردد. 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 چند سال دارن توی ایران خود را کار میکنن، همه شون مریض شدن. چرا بالحق ما و خانواده همون پایمار بشه؟ ما دنبال عدالتیم.